دیواری. آخه من به تو چی بگم فرزاد؟ چی بگم؟ عزیز من مگه چیزی نگفتم؟ مادر شکورو فقط بهش گفتم به خانومای جوان بگو رعایت ما رو بکنم، از زیر زبونم کشی. آه این چه زمانی هست که هر چیزی از زیرش میاد بیرون ها؟ بعد سر به داختون دهنت بریزن. شب سشته ببینم، مگه شما خودتون نخواستین که خانوماتون بهتون اجازه بدن یه هفته برین نفس بکشید؟ خیلی خوب، حالا شما رو با دست خودشون بیرونتون کردن، چرا قد قر میزنید فداتشم؟ قر دهنت برم، به عزیزان من بگو، میگن آتیش به پا کردم، الان چشم خودم میرم خاموشش میکنم. بگیر بشین بابا، پا تو از اینجا نمیذاری بیرون ها. من میگم حالا که اینطوری شد تا آخرش میریم، یعنی نباید جلوی زنامو ما کم بیاریم، این هفته رو یه کاری میکنیم که همه‌شون تو کف بمونن. آخ فدات شم، پس جمع کنیم بریم شما. میگه شمار آخه شمار چه خبره؟ ما باید جلوی چششون خوش بگذرونیم که همه‌شون دق کنن. چی خوشه محصر خواهم، من چجره کناره اینه، خیلی خوشه میاد این پدر بسر خوش بگذرنم با این دتا. بفرمید خواهیش میکنم، راه با جاده دراز، کی دعوتش کرده چنبر رو؟ بفرمید خواهیش میکنم. ایشکی دعوت نکرده مرا، فقط هرچی میکشیم از گوره شما داره میکشیم، آتشه از گوره شما داره بلند میشه، خودتون بلند میشه، ما رو پذیرایی میکنیم. ما فداتون بشم عزیز من، چرا نشستی خونه؟ بلندش بریم شما. بازی میگه شما فروغ این دفعه بگی حرف شما رو بذارید خودت میدینی ها. من میگم بابا، میدونین چی میگم؟ من میگم که حالا که از شر قرهای زنامون خلاص شدیم، من میگم یه هفته هیچ کاری نکنیم، یعنی این سابق زندگیمونو بکنیم سالم و ساده. بله بدون قرهای زنامون، البته با قرهای شنبه. بله نه موافقم منصور خان، من موافقم. آره خیلی دعوا نداریم، این چهار تا مرد سالم ساده کنار هم زندگی میکنیم دور از قرهای زنام، فهم من گوشتم من دارم هلاک میشم. بلند شو این داده بیداد، داشتیم آب گوشتمون رو میخوردیم و تو یخچال هیچی نداریم. باش بریم شمال. باز میگه شمال. خیلی خوب عزیزان من، حالا که میخواهید مثل مرد اینجا زندگی کنید، مردونه دونگاتونو بدید آقا جو، من ندارم بدم خرجتون. نداری؟ مگه کسی به تو گفت؟ یعنی انقدر بدبخت شدیم تو خرج ما رو بدی؟ ما اصلا یه زنگ میزنم الان رستوران میگم برای ما سلطانی و کوبیدو بعد بیاد. فدات شد. بعد امشب یکی حساب بکنه، بعد فردا شب من میدم. ها؟ عالیه. برای تو پول داری دیگه؟ پول؟ متاسفم من پول الان ندارم. شب تو 10 تومن داری بدی تا فردا؟ چقدر؟ 10 تومن. 10,000 تومن. من 20 تومن دارم آقا چون اونم باید قسط بدم. برید بمیرید بابا، یه دفعه نشد شما 2000 تو جیبتون باشه. آقا یه دفعه اینو ولش کن، من میگم بیا قرعه کشی بکنیم به نام هر کی که افتاد، که مسئولیت آشپزی و نظافت و با چی؟ سرویس دهی و اینا سرویس دهی میفته به نام اون. چطوره خوبه؟ شامو چیکار کنیم؟ امشب و تخم مرغ میخوریم تو یخچال که هست. تخم مرغ تو ما چرا؟ 3 تا دونه داریم. خب برای من بسه. خب قرعه کشی بکنیم. 10-20 به هر کی 100 افتاد اون میشه زن خونه. خب من بشمارم از شما. بشمارم. نه شما بشمارم. نه شما. 10-20 نه از اینجا. 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100. حالا چی کار کنیم؟ چی رو چی کار بکنیم؟ مگه تو خونه شوهرت چی کار میکردی؟ اینجا هم همون کارا رو بکن. ای خب مامان جون بابا یه چیزی داری میگینا. ای بابا جون من یه روانشناسم، به هر حال میفهمم که دیگه با زندگی چقدر آدم آره بله نمیکنه. من از اون زنا نیستم شوهرمو ول کنم به امان خدا، میخوام برم سر زندگی. آه تو خجالت نمیکشی انقدر شوهرم میکنی؟ یه انقدر از این خواهر بزرگترت یاد بگیر. الان 2 ماه خورده شوهرش به شده رفته خدمت، یک بار نیومد در اینجا باز کنه پیش من درد دل کنه بگه چه مرگمه. میگه من هیچ مرگم نیست مادر من، من که 100,000 باری دارم بهتون میگم قدر شوهرتون رو بدونید. من خودم شوهرم حامد بهترین شوهر که بوده رفته، الان اینجوری بمیر انقدر شوهر تو هم نکنه. پرستو عزیز من، من دارم تجربه 30 سالم رو برای شما میگم، یه خورده گوش کنین. ببینید شما میگین ولی من بهتون میگم الان که این چه تیری پیرا انداختین مادر من، دارین اشتباه میکنین. چرا زنونه مردونش کردین؟ من اصلا نمیفهمم. راست میگه اینجا. چی رو راست میگه؟ این زیپشو میدوزه تو هم دکمش آهانی بدوز. ای راست میگه. ببین مامان جون اونا که تکشون هم نمیگرده، اخلاقاشون رو که میدونی. الان افتادن چارتایی تنگ هم دیگه، میرن چرخوشون رو میزنن، این ور اون ورشون رو میرن، هر کاری دوست دارن میکنن، بعدش هم دیگه هر وقت دلشون خواه
قاضی من میرن هزار من برمیگردن. خب حالا روز از نو، روزی از نو. آقا جان من میرم دست شوهرمو میگیرم، میارم سر زندگیش، آدمش میکنم، باشم زندگی. پرستو بگی بشین اون روی منو بالا نیارم. این مامان میگه اون روی چرا آخه اینقدر عصبی؟ چرا داد؟ اجازه بدید ببخشید. به نظر من الان بهتون میگم که شوهراتون اصولا باید چه جوری کنه. کسی از شما نظر نخواست. بی خودم اینقدر دخالت نکنین. آقا جان یک هفته پاشید بیاین اینجا گرفتی نشستیم دیگه. بشینیم ببینیم من چی دارم میگم، گوش کنید. ببینید سه اصل که بیشتر تو زندگی زناشویی نیست که. اصل اول، مرد اگر آب زیر پوستش بره ها، دیگه الهی با امید تو. دیگه بیا ببین من در اینجا و خلیفه در بغداد. دومیش اینه که اگر شلوارش دوتا بشه. اوه کجا این خنده داشت ار میخندین؟ به جای که گوش کنین همچه قش قش میخندین بی خودی؟ نه واقعا که دلغه که نه نه ببخش میگفته کجاش بودم؟ شلوار که دوتا شد آب زیر بوده. اصل دوم شلوار است. اگر شلواره بشه دوتا دیگه الهی با امیده تو. کسی رو نمیشناسه. ببین 30 سال من دارم با منصور زندگی میکنم، تا به امروز باج ندادم. میفهمی؟ پس شد 3 تا اصل. اصل اول چی بود؟ زیر پوست. دوم شلوار دوتا. اصل سوم باجی. همیشه سعی کنین فکر کنین که از شوهرتون طلب کارین، یعنی یه چیزی باید ازش بگیرین. فهمیدی چی میگه؟ یه چیزی ازش بگیرین. کاری میخوان کپا کنم منم. بلند شد دیگه، بلند شد بابا جان. لینگ از دور مگه شما کار زندگی ندارید بابا؟ بلند شد دیگه پاشو. نزن آقا زشته، مثلا خوابم. پاشید دیگر، پاشید پاشید بینه بابا، من کار زندگی ندارید. بلند شو، بلند شد صبحونه یه چیزی که بکنید برید سر کاراتون دیگر. پاشو ببینم صبحونه چی داری؟ صبحونه؟ در تو تکه که یه صبحونه جدا درست کردم مبسوط. برات صبحونه درست کردم، آب پرتقال، شیر درست کردم با عسل، یک تخم مرغ مسلی کردم انداختم بغل خاویار. بلند شو رو کانتر آشپزخونه است بخور. دست درد نکنه شامه. میشه بیاری همینجا تو رخت خواب بخورم؟ آره الان میارم برات بخور. دست درد نکنه بیار بخورم. عجب پوره. باشه دیره بابا، پاشو پاشو بابا. ای بابا باشه دیگه. چرا لگت میزنی بابا؟ یک روزم که از دست این دختره پخ به خوک پخ میکنه بیدار اون میکنه راحت شدی با این؟ با لگت بیدار اون میکنه. دیر شد آقا جون. بابا میشی؟ دیر شد. ما تو هم میگم دیر شد. بابا یه هفته قراره ما تنفس کنیم. اداری کسی قرار نیست بره. دیر شد. بزن بریم جاده چالوس. دل جگر بزنیم به بدن. بدن بشه مثل آهن. سوار ماشین بشیم بریم راه. من ندارم جاده چالوس چی به این میدن که اصلا سق اینه با جاده چالوس برداشتن. دیگه داره حالیم به امار. بابا بلند شد برید سر کارتون. من میخوام تنها باشیم. باشه بی خود کردی تنها باشی؟ امروز هم هیچ کی قرار نیست بره سر کارا. اینا حق نداره بره سر کار. ما عزیز دل من کار شرکت مونده. بچین خونه چیکار کنیم منظور؟ بابا زندگی کنیم دیگه، صفا کنیم، حال کنیم. من 30 ساله دارم به خودم میگم کی میشه یه روز من از خواب پاشم این شکوه جلو چشم نبینم. بعد تو به میگی پاشیم بریم سر کار؟ امروز فقط بزنه به کوبه. آخ فدات شم، همین بزنه به کوبه بریم جاده چالوس بزنیم کنار جوب همون کارو بکنیم. باز برای گفته کار جاده چالوس. بابا میگم اگر نگه جاده چالوس، میگم هیچی توی آشپزخانه نداریم. چرا متوجه نشید؟ بلنشید برید سر کارتون. 2000 کاسه بکنید یه چیزی بخرید بزنیم توی یخچال. اصلا ما اگه شانس داشتیم مسعود جان که وضع زندگیمون این نبود، باید یکی باشی که به ما غور بزن. آخه ای بابا خجالت بکشید بابا، نه غور نزنید. بابا ناسنادی شما مردید، غور زدن مال زناست. بله درست، ما داریم این 4 تا مرد داریم اینجا با هم زندگی میکنیم. امروز هم تا زور بزنه به کوبه، بعد از زورم میریم بیرون میزنیم بغل، باز بزنه به کوبه. فهمیدی چی گفتم؟ ببینم شنبه تاریت کجاست؟ سر جاشه. خب برو برشار بیا تو بزن برو تو هم بخون. شما هم فرض دست بزنید که من بتونم حال کنم دیگه. باشه برو. خب عزیز دل من قربون تو برم. چه زندگی شده برو؟ چه زندگی چیه؟ زندگی همینه دیگه، باید یکی بخونه یکی هم بزنه دیگه.
سیداشونم در نمیاد، تنها اینجا جمع شده. سلام عرض کردم مادر جان. علیکم سلام آقا شنبه. باز مثل اسکلت دو پا پشت در وایسادی فالگوش که چی بشه؟ فالگوش کدام از مادر جان، من آمدیم یک دو که پاسه از این ورداریم بریم بالا، کاری نداشتم. به به خوشم باشه، سازت هم که ورداشتی میخواییم بالا دوره هم جمع بشین و ساز و دهل را بندازین. آره؟ نه مادر جان، هیچ اشکال نداره، نه اصلا اشکال نداره، همین یه هفته رو خوش باشین، بقیهش هم خدا بزرگه. اون وقت میخوام خوش باشیم آقا، خود دق گلواتون رو نگیره، برین خوش باشیم مادر. مادر جان من ساز دهل کدام است، من در قم خود در قم دوری هنگام خانم میخواستم بیام این ساز. بس کن بس کن آقا شنبه، همه تونو میشناسم، بس کن دیگه. بس این حرفا رو دیگه بر من نزن، ببینم آقایون رفتن سر کارشون؟ بله صبح کلی سهر بلند شدن همه راهی بیداره شدن، منم الان میخواستم برم یکتی که پا پشتیبان بشینم یا یه سر ساز و آواز بزنیم بیایم پایینیم پله ها را ششته کنیم بعد بریم حیات را رفته کنیم. دست درد نکنه مادر، اصلا نمیخواد پله ها را ششته بکنی، من که به تو گفتم یه هفته مرخصی داری، برو برای خودت خوش باش. تو تنها کاری که میکنی فقط باید یه خبری چیزی از این ساختمون، از این آدمایی که تو این ساختمون آقایونو دارم میگم، یه خبری فقط به من بدی، یه لاپورتی چیزی به من بدی. لاپورت بده؟ بله. چیه مشکلی داری؟ نمیتونی لاپورت بدی؟ نه مشکل که ندارم، چی مشکلی داری؟ خب اولی لاپورت هم که میتونم خدمتتون بدم این است که آقایان هیچ کدومشون از صبح اداره نرفتن، الان هم تا لینگ از اور میخوان لینگشون رو دیراز بکنن. خوش میگذرنن، گفتم برو سازتون بردار بیار، آقا فرخ من بزنم، آقا فرخ بخونه، آقا فرزاد دست بزنه، آقا منصوریم حرکات موزون. آفرین، دیگه چی بهتر از این؟ ماشالله ماشالله، من شما رو همه رو بزرگ کردم، همه تون سر تا پای یک کرباسی. فهمیدی؟ تو ساز بزن. بله؟ من یک کرباس دیگه هم. تو با همه فرق میکنی؟ تو هم که الان با یه هفته میخوای با اینا بشینی ساز بزنی و اون حرکات موضوع بکنه، اون دست بزنه و اون شعر بخونه. من کاری به این کارا ندارم، فقط من برمیگردم خبر به من بده ببینم این آقایون اینجا چی کار دارن میکنن. من الان دارم میرم بیرون خرید میکنم برگردم. نه بیام کمکتم. نمیخوام کمکم، من دارم به تو میگم لاپورت آقایونو به من بدی بس. از هر چیزی بر من مهمتره. برو سرد بیرون شال کلا بکرده. تو به شال کلا من چی کار داری؟ سرمان آخری سلام علیکم. خوب هستین؟ چرا اینجا باش دادین؟ خب سلام. سلام علیکم، از شما خوبه؟ خب آقا شمه، آقا شمه تعریف کن ببینم چه خبر، آقا فرزاد کجا میره، چی میگه، که میره، که میاد، اینا همه رو از اول تا آخر مو به مو برام تعریف کن. تو سرش یه تعریف کن بگو ببینم چه خبر. بگو مادرش از خونه شما فکر کرد خیلی زرنگه. چیز رنگم خب خب شما اول گفته کن از هنگام خانم گفته کن، بعد من از آقا فرزاد گفتم کنم. آره بله. خب ببین آقا شنبه، خیلی خوشتیپی یا خوب تار میزنین؟ جفتش. آره جفتش. ببین من خودم توپچی هم آقا شنبه، پیش من ترقه در نکن، اول شما بگو بعد من میگم دیگه. بگو باشه من گفتم کنم، ولی به شرط که شما هم گفته کنید. آقا فرزاد صبح کل سهر بلند شد، دندوناش رو میسواک کرد، بعد اون دهانشویش رو قرقره کرده، ریخ بیرون و یک قرص نعنا خورد و یک صبحونه مختصر یک لیوان شیر خورد و رفت. همین دیگه رفتش مثلا. بعد چیزه دیگه، هیچ چیز خاصی نگفت از علاقش به من، از من هیچ تعریفی نه نکرد. چی نگفت؟ بله لباس هم خودش اتو کرد دیگه. آره نه من براش اتو کردم. بله خودش اتو کرد، خودش بعد اتو بکنه دیگه. پرستو برات پرش آقا فرزاد، من چیره اینجوری تحت تاثیر اینا، من کاش خودم بودم اتو میکردم. خب دیگه تعریف کن ببینم چی شد دیگه. اینجوری ها شما هم گفتکن هنگامه گفتکن، بعد من گفتم. ببینه هنگامه هم چیز میکنه دیگه، صبح میشه مسواکشو که میزنه، بعد یه خود از آهنگای شما میخونه که یه ذره نوستالژی بشه براش و اینا، بعد دیگه صبحونه میخوره و دیگه همین آره دیگه همین دیگه. ببین آقا شنبه، سالها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته، همین ریز بگو تا ریز بگم. ریز بگو ریز بگم. خیلی خوب باش، برگش من گفتم، برگش من گفتم کنم به شرط که شما هم سرتافی از گفتن کنم. باشه قول میدم، میگه این آقا فرزاد میگه این قبعدی میاد این دستش اینجوری میکنه، میگه من اعصابی میگه این اعصابی حالیم به هم میخوره،
متنفرم از این حرکتش. بعد میگفتش نمیدونم خودش یک روانیه به تمام معناست، وقت رفته بر من دانشجوی روانشناسی شده، هشتیر مشروط میشه. نگو توی دبیرستانم دو سه سال رفوزه شده، حال ما به روش نمیاد. رفوزه شدم؟ خودش میگفت. اون به من همیشه میگفت من عاشق تخیلات تو هم. گفته تخیلات در اومد، گفتش نمیدونم یخی حوز میشکنم نصف سالم حالت تعبو جوری بیم دست میدونم میدونم تو دست بیا. این قواده میاد، اصلا متنفرم ازش. لینا آمردی آقا فرسان، خیلی بیمعرفت اینجوریه، بیشتر رو خاله پشت سر چاله باشه. اصلا من زن خیلی روشن فکریم، ریلکس، اصلا برام مهم نیست. خیلی مشکلی نیست، برام هر کسی یه عقیده ای داره. آقا شنبه حالا میخوای منم بگم که هنگام چی گفت راجب شما؟ هیچی چیز خواستی که خیلی خواست میگفتش که من میرم چیز این شنبه هر روز فکر می‌کنم خیلی صداش قشنگه، یه قوطی روغن نباتی میگیره دستش میره همینجوری میزنه زیر آواز. بعد میگه وقتی که میگه مادر جان مادر جان، انگار که میگه اینجوری قلب منو اینجوری میکشه. بعد میگه میخوام اصلا چیز کنم، خیلی از شما مشی پیش میذاره، نمیدونم دستش هم کج اینو همین، ولی خیلی دوستتون داره. اینا هنگامه گفتش زندگی عزیزم همینه، یکی باید بزنه یکی باید بخونه. اگه بنا باشه که زن و شوهر هر جفتشون بخونن و هر جفتشون بزنن، به هیچ عنوان جور در نمیاد. بله فرمایش شما 100% متینه، ولی مامان جون همه درگیری ها سر اینه که کی بزنه کی بخونه دیگه. وای نه بابا، شوهر باشه یعنی سایه شوهر بالا سر آدم باشه اصلا فرق نمیکنه، زن بزنه شوهر بخونه، شوهر بزنه زن بخونه، اصلا به نظر من این چیزا مهم نیست. خواهر من شما شاید برات فرق نشه باشه کی بزنه کی بخونه، ولی من بچه مامانم نیستم، اگه دادم شوهرم بزنه من بخوام بخونم. بچه جون چایی داری میخوای یا قند؟ مثلا تو دانشگاه میری دو ترم من مشروط شدی، آخه حرکتا چیه میکنه؟ آفتاب سر کنو رفشونه سما برجوشه، آفتاب سر کنو رفشونه سما برجوشه، یارم تنگ تلا دوشش گرفته قمزه میفروشه، یه دونه انار دو دونه انار 300 دونه مروارد. من به شماها گفتم این مردا بخورن تنگه هم همینجوری واسه خودشون جلو میدن، گفتین نه. حالا بفرما داشته باشید، ما اینجا بشوریم بپزیم بسابیم، اونا واسه خودشون بزنن و بگن و بخنن دالم با دیمبل دیگه. ما چیمون از مردا کمتره؟ ما هم بزنیم و بخونیم و نمیدونم همینا. مادر جون این بزن و بخونشون دو روزه، وقتی که جیکیک مسئولشون تموم شد اون وقت پامیشن میان پاشنه این در از جا میکنن، حالا میگین نه نگاه کنین، چرا اینقدر حالا عجله دارین شما؟ آره مامان جون اشکنه تا تهش بچر باشه، اینو میبینی این اعصاب منه تو این زندگی، اصلا رو پیشونی ما زنها چی نوشه؟ همش نوشه کلفتی بشور بپز بساب، ولی مردا ماشاءالله هر کد دلشون میخواد میکنن. چی این حرفو زده؟ میگه آره اینجوری فلان که اینجوریه. بعد نسبت عروس شما و دختر شما و خانوم شما غر زدن خانوما مثل ماشینای لوکس میمونه. 20 سال که کار کنه بازم ماشاءالله تخت گاز میره، هرچی بیشتر میشه عمرشو تخت گاز بیشتر میره. آقا جون شما فکرشو بکن، اگه قرار بود ما اینطوری بهشون غر بزنیم الان باید گوشه تیمارستان میبودن همشون. قبول داری؟ هی میشینن میگن زنا قرقر میکنن، زنا اینجوری میکنن، زنا اونجوری میکنن، ولی خودشون از همه عالم و آدم بدترن. همین منصور خان باباتونو میبینی؟ ارزه نداری یه آب گرم کنه توش تا تخمق اصلی کنه. من دلم میخواد یه چیزو بفهمم دیگه، هیچی از زندگی نمیخوام. من نمیدونم این زنا از مرداشون چی میخوان، ها؟ چی میخوان که این همه میرن پشت مرداشون میشینن صفحه میذارن، بعد از اون بره قضیه هم بدون مردا نمیتونن زندگی بکنن. همین شکو 100 دفعه بهت میگم 100 دفعه با من غر کرد، هر 100 دفعه هم خودش اومد منت کشید. شوهر مثل هندونه سربسته میمونه، تا باهاش زندگی نکنی نری زیر یه سقف معلوم نیست چی به چیه، همه شانسه، اصلا معلوم نیستش. اگه شانست بزنه گلی و شیرین از آب در میاد، اگه هم شانس نداشته باشه که سفید و افتضاح، ولی بدبختیش مال ما زناست. زندگی اینه یک بازی پینگ پونگ میمونه، یکی خراب میکنه اون یکی خوشحال میشه، 100 دفعه هم که خراب بکنن ولی بازم بازه میکنن، بازه میکنن که یکی خراب بکنن.
یک بار مرد خراب میکنه، یک بار زن خراب میکنه، ولی آخرش همه کاسه کوزه سر مرد میشکن. شوهرداری هنر میخواد خواهر من. مرد باید این موم همیشه تو دست زن باشه. میدونی چه جوری؟ چشاشو ببندی بهش بگی فقط دنبالم بیا، ولی نگی کجا بیا. بعد 30 سال اگه دلت خواست چشاشو وا کنی تازه ببینی که چی سر جای اولشه. ما زنا رسممونه، شوهر با چشم باز به درد ما نمیخوره. مادره میدونی چیه فداچم؟ زنداری هنر میخواد. حالا اگه یه روز خونه نباشه بفهمه کار خونه لنگه ها، تاخچه بالا میذاره. معلومه شما زنهای مردم رو نگاه کنین، فرق شیر با خاک شیر نمیدونن اصلا چی هست، اصلا ابدا. اون وقت ماشالله هزار ماشالله به شوهرهایی که گیرشون میاد، میرن انگشتر و سینه ریز و نمیدونم زمین و زمان و ماشین آخرین مدل میخرن میندازن زیر پاهاشون. به نظر من زن هرچی بی هنرتر باشه شانسش بهتره، این دیگه ثابت شده به من. یه زنه به سازو شما بده به یه مرد آسوپاس، ببین سر ما چجوری بالا میکشدش، میبره به اوج. ولی آدم نساز و ولخرج رو بده به یه مرد میلیونر، سر ما ورشکستش میکنه. زن جماعت 3 تا چیز رو نباید داشته باشه: 1. عقل درست حسابی، 2. یه جفت چشم بینا که نبینه اینا چی جوری رنگ عوض میکنن، که بدبختانه متاسفانه ما همشو داریم، هم هوش داریم. خب این که شد 2 تا. نه دیگه، منظورم از یه جفت چشم بینا 2 تا چشم میشه 3 تا دیگه. میدونید به نظر من مردا باید 3 چیز داشته باشن: 1. جیب پر پول، 1. هم یه جفت گوش کر، اون موقع براشون مرد کامل هستی. ببین کشو 2 تا چیز گفتم، 1 جفت گوش، یعنی با اون میشه 3 تا دیگه، 1 جفت 2 تا زیه، اونم میشه 3 تا. چرا متوجه نیستی؟ تا بود که بعد خرجیشو میدادم، الانم که رفته ما به ما باید کمک خرج براش بفرستم. 1 هفته است میگه میخوام مرخصی بگیرم، یه هر دفعه یه بهونه میاره، هیچی به هیچ. وقت داره ازت میگیرن خرج میکنن، وقت نداره میگن این پولا رو چکار کردی؟ ما کار نکردیم، بی انصافا، پول در اختیار خودتان قرار دادیم، خودتان خرج کردید. نمیگیرن که، یعنی متوجه نمیشن این زنا. اصلا این زنا نمیخوان حرف این مردا رو بفهمن. اگر یک زنی یک جای دنیا حرف مردی را فهمید، من قول به شما میدم تمام مشکلات دنیا حل شد. شما فکر کنی همین مردای خودمون رو نگاه کن، یه دوزاری عقل ندارن. بابا اگه این عقل بود خب زندگی شیرین تر می شد، زندگی زناشویی بهتر می شد، مشکلمون حل می شد. ولی چه کنم؟ چه کنم که آب در بساط ندارن از اینجا و از اینجا. تعطیل. مردم مردای قدیم شب که می اومدن خونه یه عربده می کشیدن، زنه از ترسش سوراخ گوش پیدا می کرد. حالا نگفته بالا چشت ابروه، بلا فاصله میره خونه باباش و خونه عمش و دادگاه و طلاق و نفقه و این چیزا. زنداری هنر میخواد فداتشم. از صبح تا شب بشین تو خونه، همینجور کلفتی کن، مس به صبح هر کاری که میتونی بکن، بعد به امید این که چی شب شوهره میاد یه خسته نباشید جیقیل، یه چیزی بهت بگه خستگی از تنه در. شب که میاد اصلا نا نداره، یه کلمه باید حرف بزن. آقا جو از صبح تا شب میری بیرون کار میکاری، سختی میکشی، قلم به سلم بزین اون میشتوی، شب که برمیگردی تازه گرفتاریات شروع میشه. اگه جیبت پر باشه که این حرفا نیست، درد از جیب خالیه، بی پولیه. اگه پول تو جیبشون باشه که برای زناشون خرج نمیکنن، میرن واسه خودشون خوشخوشا شب میان میگن نداریم. خدا رو 100 هزار مرتبه شکر که من دستم تو جیب خودمه. من میگم هیچی مثل زن حرف گوش کن به درد مرد نمیخوره. من اصلا زنهای قلقلو که میبینم اصلا حالم بد میشه، از هر چی هم که بدم میومد سرم اومد، از زن قلقلو بدم اومد که نصیب منم شد، اصلا بیست که ناپیچو با قر زدم بریدم. والا مردا مردای قدیم، پولم که تو جیبشون نبودا بازم مرد بودن. کافی بود زنه یه اشکنه خشک خالی به پزه بذاره جلوشون، این زن رو میذاشتن تو این کلهشون حلوا حلوا میکردن. یعنی باور کن اگه جیبتون پرپول باشه باز خانمه به یه چیز دیگر گیر میدن.
کارشون گرد دادن است. چرا آب تو تلوم بست، چرا گوشکوب قلوم بست. یعنی باور کن اگه یه روزی میشد این زنا ریشهشون از روی این دنیا کنده میشد، چی گلستانه میشد دنیا. هیچی مثل یه مرد حرف گوش کن به درد آدم نمیخوره. اینقدر بدم میاد از این مردی که حرف میزنی از اینجا تو اونجا زبون دارن سرت جواب تو میدن، خیلی حرصم میگه. نه میدونی مامان چیه، این فرق با فرق خیلی به فرزاد یاد میده، وگرنه خودش خیلی پسر خوبیه، فقط میگه زشته 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 زشته. زن بلاست، ولی خدا هیچ خونه ای رو بی بلا نکن. نمیدونم من سو چه یاد زن مرحومم افتادم. شنیدی تو تازگی مردا چی میگن؟ تازگی میگن که زن چراغ خونه است. انشالله هر مردی تو خونهش چل چراغ داشته باشی. شما رو رو نگاه کن، نه فقط رو رو نگاه کن، چقدر این مردا پر رو هم. من حاضرم شرط ببندن که میگن پسرها تا زن نگیرن به هیچ جا نمیرسن، این رو از خودشون در آوردن. زن تو بگیری تازه اول بدبختیته مرد حسابی. برید ببینید تو دنیا چه خبره. من چون تو هواپیما کار میکنم مسافرهای خارجی میان میبینم زن اونجا چپ بره راست بیاد مردا پشتشن. قانون دارن مرده بگه بالای چشت ابروه ها میندازنش زندان، همه اموالم به اسم زنه میکنن. بله آقا اصلا بلند شد برید ببینید در دنیا چی خبر است. مردای خارجی به زنشون میگن بمیر، زن در جا میفته میمیره. باور کن من که خودم نمیگم، شنفته کرده من رفیقام که خارج رفتن. اصلا میگن اون ور دنیا مرد رو سرشون میذارن حلوه حلوه میکنن، ولی اینجا چی؟ خدا خدا میکنن، مرد رو حلواشی بخورن. خواهر من، مادر من، اشکال اصلی از فرهنگ ماست. باید در زمینه زنداری برای این مردا فرهنگ سازی بشه، باید یه جوری بشه فرهنگ زنداری رو اینا چی یاد بگیرن. پس چند وقت پیش برگشت به من میگه که پرستو خانوم، پرستو خانوم، وظیفه هر زنی ازدواج، وظیفه هر مردی فرار از ازدواجه. حرفو ببین، ازدواج یعنی قرار گرفتن در شرایط بی‌ثبات. اصلا اسم مرد میاد، اسم شوهر میاد چندش همیشه، نمیدونم چرا. درد از فرهنگمونه. زمینه شوهرداری باید فرهنگ سازیشه. مسعود خان قربون شکرت برم، زنامون شوهرداری بلد نیستن، نمیدونن. آخه این چه قیافه یه برای خودت درست کردی؟ این سیبیل برای خودت گذاشتی؟ خب برای خود با اون شکل شمالی موهات رسیدگی بکن. چهار تا شیبیت گذاشتی اینجا، دوتا هم چتری آوردی جلو چشمت. فکر میکنه مثلا حالا دیگه خیلی آلندلونی. خوزه مورینیا بشی بابا، حال نداری اونجوری با من صحبت نکن، یه چیزی بهت میگم. کاری نکن که اون چشماتو سایه خشک بکنم که یه عمر اون وقت با اثرا بری. آقا بره کنار رو ضربات بیاد، حرف زدن برایت گرفته. برید برید زنداری رو از بقیه مردا یاد بگیر. آخ آخ دوست دارم اینا پاشونو بذارم پایین، نشونشون میدم. بری معذرت میخوام، شب بود سیبیلاتونو ندیدم. مرد جماعت درست بشو نیست. میدونی چیه منصور؟ حیف که خودم زن ندارم، وگرنه زنداری رو یادتون میدم. اه اه سلام علیکم مادر جان. سلام علیکم. چه خبر؟ امرتون؟ نه، معلم را فرصت بده مادر. حالا ما تو به تو یه چیزی گفتیم، چپ برو راست بیای بگو، میخوام لاپورت بدم. آقا جان من گفتم خبرای مهمو بیا به من بگو. من نگفتم که بگو فرزاد رفته سر یخچال نون برداشته پنیر لاش مالده، قاضی درست کرده، منصور داره چایی میخوره. اینا به من چه ربطی داره آخه؟ نه دفعه خبر مهمه مادر جان، نه نون پنیر، نه قاضی، هیچی. خب حاشیه نره بگو ببینم چی. آقای میخوام برن عشق و حال. عشق و حال؟ با کدوم پول؟ پول نمیخواد که، کافی شاپ نصیحه حساب بکنه. حالا برای چی میخوام برن کافی شاپ؟ خب پوسید دلشون از صبح نشستن بالا، میخوام برم بیرونی ها و هوایی عوض کنن. تو هم باشو میری؟ صد البته. خب من نرم شک میکنن و بهم راپورت بدم دیگه. اینقدر برن تو این کافی شاپ کافی گلاسه و بستنی بخورن که از چشم و دماغ و گوششون بزنی بیرون، به جهنم که رفتن. بله ولی مادر جان شما که نمیدونید این کافی شاپی چی کافی شاپی بده. الان اونجا میرن یک کافی چینی و نس کافه چیزی میخورن، بعد خوش زیر دیلشون میزنه، خسته میشن، بلمشن میان بیرون میرن سینما، از سینما میان بیرون من دیگر نمیشه، هزار غلط اشتباه میکنن. خیلی خوب بستشم بی بست.
نمیخواد دیگه اینا رو به من بگی. دیگه حالم داره از این لاپورتای الکی تو به هم میخوره. بس دیگه. کاری چیز نداری دیگه؟ عرض ندارم، فقط اگه میشه یک لحظه این انگام خانم از صدا بکنید بیاد من یک دو دقیقه باش صحبت بکنم دیگه هیچ چیز. خب من دارم با شما صحبت میکنم. خوبه شما قارپی دارم به صورت ما ببنده. خب من دارم با... جانم چی فرمودی؟ حرفتو رو بگی؟ بگو. من نیاز باشه بازم راپورت میدم، هر وقت نیاز باشه میگم بیتون راپورت. تموم شد؟ حرفی دیگه نداری برای گفتن؟ به سلامت. دمت گرم آقا بی جان، دست درد نکنه. میگم اگه کافی شاپو نداشتیم چی کار باید میکردیم؟ وقت شده آقا، حسابتون زیاد شده. همه میگردن دنبال کارمند که بهش نسیه بدن، بعد اون وقت شما میگی که حسابون زیاد شده. منظوری نداشت. اخ منظوری نداشت که حرفتو زدی. آقا حساب منو جمع بزن، سر برش میام حساب میکنم بابا. نه پوری شده ببینم شکو مطمئنی نمیان؟ نه اصلا خانم پرسه کردم گفتم ما داره میریم کافی شاپ، گفت برید خوش باشید. خیلی خوب پس بزن دیگه، بزن بخونیم دیگه. آره چی بخونه؟ بزن با هم میخونیم همون آهنگای قدیمی تو. آهنگ قدیمی تکراری نمیخونم. پس با هم میخونیم. نه بزنم تو بخونم. اگه یار مرا دیدی به قربت، اگه یار مرا دیدی به قربت، بگو کجایی ای بی مروت، بگو ای بی وفا ای بی مروت. دلم خون ز تنهایی، کجایی کجایی؟ دلم خون ز تنهایی، کجایی کجایی؟ کجا یار مرا دیدی نه 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 آقا منصور این کارو اصلا نکنین. عرق شرم رو پیشونی من نشسته، رو پیشونی من و دوتا بچه ها. از شما خیلی به ما رسیده. اصلا دست تو جیب نکنی. یعنی چی خانم جوانی؟ یعنی چی آخه؟ چهار تا مرد اینجا نشستن از بدیم خانمو حساب کنن. اگه اینجا مکان عمومی نبودم حتما جوابتونو میدادم که بی جواب نمونی. آقا فرخان ببخشید مادر جان، معذرت میخوام. هنگا خانم کجا هستن؟ نیومدن با شما؟ نه خیر. کجا هستن وقت؟ دیگه اونش به خودمون مربوط میشه. خیلی خوب پایشی برم زشته شنبه چه حرفی میزنه؟ یه حرف من نزدم پرستو خانم. خواهش میکنم اینجا من رو ببخشی صدا بردم بالا، اینجا مکان عمومی، خواهش میکنم با بحثه کاری بریم خونه. بریم خونه. اینجا که کسی غریبه نیستش، یه آقا کافه داره که ایشونم آشنان و خودیم. حرفتونو بزنیم. خیلی خوب، حالا که اینجوری حرف حسابینه یکی بفرمایه یکی هم جواب بشنوید. همون از اول که ما وارد شدیم بعد سقف این کافی شاپ تو سرت خراب می‌کرد. ای بابا شما چرا اعصاب نداری خانم شکوه؟ آقا اصلا یه مرد ببر، نمیخوام اصلا یه مرد ببر. با مادر من درست صحبت کن. عزیزه من شر به پا نکنید، خواهش میکنم پرستو خانم. بابا جون خواهش میکنم حرفامون رو بریم خونه بزنیم، اونجا با هم صحبت میکنیم. بریم خونه. خواهش چی داری میگه فرزو جون؟ بذار بگم بابا، بذار بگم. بذار بابا این مشکل دیرینه زن شوهر رو بذار حل شه. بره پیکاره آقا من کوچیکتر از اون هستم که بخوام براتون سخنرانی کنم، ولی لطفاً دو دقیقه به حرفای من گوش کنین. ببخشین ولی ما همه مشکلاتی داریم، همه خانواده هامون هر کسی یه مشکلی داره، ولی چیزی که از همه اینا مهمتره اینه که ماها همه زن و شوهر، پدر و دختر، پسر و پدر، خواهر و برادر، همه یه خانواده ایم که از همه چیز برامون مهمتره. ما همه داریم صبح تا شب میدویم و هزار تا گرفتاری و بدبختی رو تحمل میکنیم که بتونیم خانواده هامون رو سر پا نگه داریم.
ما اگه هیچی هم نداشته باشیم، خانواده داشته باشیم، آدمای خوشبختی هستیم. شما آقایون ممکنه که از قرای خانماتون خسته شده باشین که حق هم دارین، ولی اگه یه زن نتونه تو خانواده خودش پیش شوهرش خودش قر بزنه، به کی قر بزنه؟ من فکر می‌کنم که بهتره که زنامون تو خونه کنار شوهراشون قر بزنن و آروم بشن. همچون شما آقایون، شما هم میتونین قر بزنین و سبک بشین برای خانوماتون. قر بزنین، سبک بشین و آروم بشین تا بتونین خانوادهامون رو سر پا نگه داریم. ما تنها چیزی که برامون مونده خانواده هامونه دیگه، تنها سرمایه‌ای که داریم. دیگه ارزی ندارم. شمه عزیزان مرا دیدی به قربت، هنگامرم میاریم، هنگامرم میاریم، میاد عزیزم، من ندارم میاد. شمه سرش درمی کنه، میاد. شمه توری تو آرام بخش خورده. نه فقط کچکا میخوام قرب نه خب من قر میخوام بزنم، تو همش میای وسط حرف قرم. خب پس میگم وایسا. آها ببین، اول از همه مهمترینش این که من دیروز پام گیر کرد تو هواپیما به پای یکی از مسافرا، با سینی شکلات خوردم زمین، پخش زمین. نه 25000 تومانم جریمم کردن. آره آها قر دیگه چی قر داشتم الان. آها ببین، رفتم دیروز 4 کیلو پرتقال خریدم، کیلو 1800 تومن. نه برای آبگیری، نه حامد اون مجلسیش 1800 تومن. حامد من تو قیمتم، من هر روز دارم خرید میکنم، میدونم حواسم هست. 1800 تومن آبگیری، اصلا باورت میشه؟ ها قر، وای وقتی قر میزنه چقدر سبک میشه، الان یکم سبک شدم. وایستا قر دیگه چی داشتم، بازم قر داشتم. حامد دیرم نمیشه، اونا خودشون سرویس میفرستن دنبالم، خب میرم دیگه، هنوز که سرویس نیومده. وایستا قر رو هم بازم داشتم. چی بود؟ ها درستم هستش که قلبم هم درد میکنه دیگه. قر یه حالم قر دارم و یه دوست باید تهیه کنم بعد از این از قرام. وایستا به گزارش خبرگزاری فارس، امروز بهای نفت دریای شمال. هزار دفعه من گفتم به شما یه چیزی میخورین، نوش جان میکنین، ظرفش آقا جان یه ثانیه است بشورین بذارین تو سینک ظرفشویی. حالا شاسخین قاطی کرد دیگه، شاسخین دب زد. گفتم چرا میگه دیشب خواب دیدم با مای ظرفشویی اومدن منو بشورن. نگو ببین تو آشپزخونه کوه ظرف چرک آقا فرزاد. خسته شدی من بمیرم خستگی تو رو نبینم. بیفته جوپینیم بابا لوس. آخ چقدر توی خونه یخ روز بشکنم، چقدر مسافت اصلا اینجا تا اینجا پرید دیگه. بابا فرخ ببین نگاه کن، اون هندونه که شما خریدیم واسه شب یلدا، یعنی یه تیکه سفید بود، من هرچی قلپی انداختمش رفت تو آشغالا دیگه. چی بود اون آخه؟ آخه من تو هندونم بدونم تو هندونه چه خبره که سفیدی یا سیاه. آها ببین عروس گلم، اگه اون رنگش مثل گچ سفیده، خب مزهش عوضش مثل قند شیرینه. ده اختیار دارین، شما خودتونم شیرینین، شما اصلا خود قندید، شما قند نباتین پدر من. فرزاد بیا برو در روغن رو باز کن. بودو داشت نیقه چرا تلویزیون لم بده دیگه، چی داره این تلویزیون نگاه میکنی؟ باشه چشم بابا شکلاتی قند و عسلی، برو در روغن رو با کن. باشه چشم. عروسی گلم شام چی داریم؟ والا من دیگه تا اینقدر توی این خونه کار کردم، امشب نفسم دیگه برید، دیگه رسما تعطیل شدم. زنگ زدم چلو کباب قفقازی بیارن دیگه. دوست داری بابا؟ آره دوست دارم. آقا فردا شما مگه براتون زحمتی نیست برین یه چهار تا تیکه خرید کنین، یخچالمون هیچی توش نیسته. بله چشم. تموم شد، حتما خرید میکنم. بابا جان پول داری میخوای بری خرید؟ هر روز ما میدون تره بار بودیم، من پولم کجا بود؟ داری بهم قرض بدی؟ که پول سرایه دستوری درست کردم دادی؟ میدم به سلامت من که بس حساب خیلی خوب بود. یک چهار حاسبار دارم میگم پاکت جارو برقی تموم شد. آقا فرزاد بابا مسواک جاش رو کابینته، مسواک تو دستشویی. آقا فرزاد آشغالا دمه در، آشغالا دمه در، وظیفه مرده. پاشو چش بابا اینقدر تو پشت سر هم نگو، میخوای حالا من یه ذره برات قور بزنم؟ خواهش میکنم شما دو ذره قور بزن، شما بزن یکی چشه مارم کور کن، قور بزن، قور مال
زندگی بزن عزیزم. قرب زنی قرب زنی پسید رخت و چرا اینطوری یه هفته از اتو نشده عروس گلم چرا در گنج بازه؟ چرا سیر دشمن پیازه؟ ها چرا؟ آره داشتی؟ آره؟ چرا برقتون سفازه؟ چرا استخرتون رو بازه؟ کوتاخمه مرغ تازه ببینید. آها چرا شوهر پیرزنه دستشو به گرمافون میزنه؟ نه آره؟ عزب بگو چرا برس خورون برای من بی پول زبونه درازه؟ آره؟ بابا دیگه یه رازه. بابا دیگه بسه بسه دیگه با فرق پاشین شما رو روغن باز کنی آقا فرق آشغالا دمه در زود باش باشه چرا آخه من چی بگم به تو منصور؟ اون گوجه لهیده ها چیه میری میخری؟ عادت کردی پول تو بر بریزی تو سطل آشغال؟ شکو یه کاریش بکن دیگه بابا اون له شده هاشو رو به گوجه درست کن بقیهش هم خورش باش درست کن دیگه آخه من بدبخت 30 ساله دارم یه کاریش میکنم تازه به اینجا رسیدم باشه چشم خب چشم که چی؟ انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال چشم دیگه چشم خب به جایی که این کنترل رو ای بگیری این ورم ورش کنی پاش برو این آنتنه دست بکش لاغل ببینیم چی داری میبینی پاش رو چشم میرم درست این قبض رو چی کارش کردی قبض برقو ببین اینقدر نرفتی تا بدهی اون ماه اومد بدهی این ماه پاش این قبض رو بر اداره برق ببین وضع اوضاع چیه پولش رو پرداخت کن بیا خانم چشم میگه بابا من اینجا وانگ زد میگم چشم شما قرارتون رو بزنید خب چشم و وایستادن تو به چه درد من میخوری؟ خب برو کار انجام بده به جای چشم گفتن ای بابا چشم امروز هم شوهر خالم از بیمارستان اومده بعد یه نوکی پاپا که بریم اینجا عیادت اونا باشی چشم بهای سبد نفتی اوپک هم با $1.20 افزایش به $83 در هر چشم که برای من نشد نون و پنیر که میگه چشم واقعا منظور من از این زندگی یه نواخت دیگه خسته شدم این رو مبلیارم عوض کن وحید داره میاد لاغت جلو وحید دیگه خجالت نکشی چشم تا هنگام رانندگی به خصوص در جاده های خدا من مرگ به در دست این چشم گفتن هایی تو راحت کنه خب کار انجام بده همچه فایستاده چشم به تلویزیون نگاه کن بگه چشم از سپاد غیر مجاز خودداری کرده چشم. و مدام به سلامت سرنشینان خود روی خود آخه دلم هم نمیاد به تو چیزی بگم بدبختی من این رانندگی خودداری کنند چشم. و در حالت خواب‌آلودگی رانندگی نکنند کلیه مشمولان خدمت سرنشینان آخه یعنی چی چشم همجه بایستده اینجا میگه چشم چشم بگه چی بگم چشم